محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما شدن. آقای قائدی، وال استریت جورنال جزئیاتی منتشر کرده از حمله‌ای که احتمالاً جمهوری اسلامی در اون رو تدارک می‌بینه. حمله‌ای که گفته میشه خب هم بزرگتر هم پیچیده‌تر. چه احتمالاتی رو مطرح کرده و چقدر جمهوری اسلامی الان تو این شرایط پتانسیل انجام یه همچین حمله‌ای رو داره؟ درود به شما مخاطبین برنامه. اون احتمالاتی که وال استریت جورنال مطرح کرده، یک موضوع این هست که در این حمله ارتش هم با سپاه همراه خواهد بود، دو این که بخشی از این حمله از طرف عراقی ها انجام خواهد شد و از خاک عراق انجام خواهد شد، و سه این که کلاهک هایی که در این حمله استفاده بشه کلاهک هایی هستن که سر جنگی بزرگتری دارن و امکان تخریب بیشتری رو در سایت های نظامی اسرائیل ایجاد میکنن. این مهمترین احتمالات وال استریت جورنال. اما اینکه چقدر اینها شدنی هستن، من به نظرم هر سه موضوع شدنی اما ریسک های خودش رو به همراه داره. یکی اینکه ارتش چون به همراه سپاه تحت امر علی خامنه ای هست، بنابراین این گزینه که ارتش هم با سپاه همراهی کنه بسیار محتمله، به خصوص با توجه به اینکه نیروهای ارتشی در حمله اسرائیل به ایران کشته شدن، بنابراین بسیار محتمله. در خصوص استفاده از خاک عراق هم ایران آزادی عمل بسیار زیادی رو در عراق داره، گروه های مختلفی رو حمایت میکنه از حشد و شعبی، و بنابراین احتمال حضور این گروه هم زیاده. اما این ریسکی که به همراه داره اینه که یک بخش بزرگی از عراقی ها از این وضعیت ناراضی هستن، مخالفت ها در قبال دولت مرکزی در عراق و در مخالفت با حشد و شعبی در عراق داره صدای قوی تری میگیره، و در این زمینه اختلاف نظرهای بیشتری وجود داره. بنابراین ایران داره ریسک میکنه که این گروه ها رو در وضعیتی قرار بده که ممکنه با اکثریت جامعه عراق نظر متفاوتی داشته باشن و تقابل بین اینها ایجاد کنه. در خصوص استفاده از در واقع سر جنگی هایی که موثرتر هستن هم این امکان جمهوری اسلامی داره. درسته که در حمله اسرائیل یک بخشی از تأسیسات مرتبط با تولید سوخت جامد موشکی رو از دست داده، اما بر اساس گزارش سازمان‌های آمریکایی ایران نزدیک به 3000 موشک بالستیک در واقع آماده استفاده داره. بنابراین این احتمال هم وجود داره، و چون تهدید کرده که موشک‌هایی که استفاده می‌کنه موثرترن، من میتونم حدس بزنم که احتمالاً داره از موشک‌های فتاح و خیبرشکن که در عملیات آخرش علیه اسرائیل هم شد استفاده خواهد کرد. اما اون نکته ای که به نظرم وال استریت جورنال در موردش صحبتی نکرده اینه که اگر که در یک سناریو احتمالی ترامپ در کاخ سفید مستقر بشه، چه گزینه های ایران خواهد داشت و چقدر پاسخش محدود خواهد شد. دو روز دیگه انتخابات آمریکا انجام خواهد شد. در روزهای آینده ما نتایج انتخابات رو خواهیم داشت، و به نظرم پاسخ جمهوری اسلامی تا اندازه بسیار زیادی مرتبط با این خواهد بود که آیا ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواهد بود یا کاملا هریس. آقای قائدی، دو تا سوال مطرحه. یکی اینکه ایران در فاصله 6 ماه دو حمله انجام داد، حمله سوم رو داره تدارک می‌بینه، چه پیامدهایی ممکنه براش داشته باشه؟ از طرف دیگه پزشکیان هم صحبت کرده که اگر آتش بس شکل بگیره تغییر خواهد کرد به نوع این حمله، شدت و نوعش. فکر می‌کنین اصلا مذاکرات آتش بس در چشم انداز کوتاه مدت در قابل دسترسه؟ خیر، به نظرم مذاکرات آتش بس فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشه قابل دسترس نیست. دلایلش هم به دلیل مسائل مرتبط با سیاست داخلی در اسرائیل هست. گروه‌هایی مثل کسانی که آقای بنگویر و اسموتریش اونها رو نمایندگی میکنن در کنست، اینها مخالف هر گونه صلحی با حماس هستن، و حماس شرط صلح و بازگرداندن گروگان‌ها رو این قرار داده که نیروهای اسرائیل از غزه خارج بشن. اگر این اتفاق بیفته و اون دو وزیر استعفا بدن، کابینه آقای نتانیاهو سقوط خواهد کرد. به نظرم وضعیت صلح در غزه دست کم در کوتاه مدت نامحتمل. اما در خصوص پیامدهای در واقع حمله سوم ایران به اسرائیل، به نظرم دو فاکتور خیلی مهمه. فاکتور اول همونطور که اشاره کردم اینه که چه کسی در کاخ سفید مستقر باشه، و فاکتور دوم این هست که حمله ایران چه خسارتهایی رو ایجاد کنه. در یک سناریو احتمالی، مثلا اگه در نظر بگیریم که ترامپ در کاخ سفید باشه و حمله ایران به تأسیسات مرتبط با تادی باشه که نیروهای آمریکایی هم این تأسیسات رو دارن در اسرائیل اداره میکنن، این احتمال همراهی آمریکا در پاسخ به ایران و همراه اسرائیل رو تقویت میکنه اگر که نیروهای آمریکایی در اسرائیل آسیب ببینن. بنابراین این دو فاکتور به نظرم تعیین کننده است در خصوص عواقب حمله سوم ایران به اسرائیل. محمد قائدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو.